سلام عرض میکنم با کلی شما مخلصان عزیز تلویزیون ورزش. این برنامه مخلصان اشادی است و امروز درباره ال کلاسیکو حرف میزنیم. دوستان عزیز، چگونه که شما میدونید دوری دهمی چمپیونات لا لیگا میبویس بین دستور رئال مادرید و بارسلونا برگزار میشد، ولی به سبب وضع نورون سیاسی در کاتالونیا این بازی با تاخیر گذاشته شد. و خوشبختانه برای کل مخلصان جانبای درگیر و کل مخلصان فوتبال، البته روز 8 دکبر بازی نخستین ال کلاسیکو در موسم جاری برگزار می‌گردد میان دستای مادرید و بارسلونا. و همچنین اینجا ما مخلصان باشگاه رئال مادرید و بارسلونا را دعوت نمودیم. بله، و چگونه که شما می‌بینید دوستان عزیز، از کنار راست ما مخلصان اشدی دسته شاهانه اینا که قرار گرفتند و از کنار چپ ما باشد مخلصان دسته بارسلونا. و خوب امروز ما نه درباره کلی خبرهای ورزشی حرف میزنیم، ما امروز درباره خود ال کلاسیکو و امکانات قهرمانشی دو دستای مقتدر عالم حرف میزنیم. و خوب مخلصان باشگاه بارسلونا و رئال مادرید، شما از انتظاری در مورد بازی ال کلاسیکو، از اولین ال کلاسیکو چی انتظاری دارید؟ ما این لحظه رو از ماه سپتامبر این جانب انتظاریم، چون که شما خودتون قید کردید دو بار با تاخیر افتاده گذاشته شد این بازی، و ما با تیمی دوستاشمون باوری کامل داریم و امیدواریم که با غلبه برزیدی بارسلونا غلبه کنه و با صدر جدول بنشیند. مخلص دیگر رئال مادرید چی انتظار است؟ خیلی که برادر قید کردن، ما این بازی رو خیلی شد انتظار هستیم و علاقه وقت شد که این بازی برگزار شود. ما از دسته دوستاشمون یعنی رئال مادرید باوری داریم که غلبه میکنه. Конечно, это очень классная игра, запредельный уровень. Просто El Clasico – это новый уровень. И от этой игры, конечно, я ожидаю очень много, потому что были такие приобретения, как Азар, Ферлан Менди и другие именитые игроки почти за 300 миллионов. И я в больших ожиданиях и в предвкушении этого матча. Аз бузи хэлэ амитизориёй зиот буд, хато му мухлисо няшади. حتی مخلصان به طرف هم این رو خیلی انتظار بودند و ما هم از بازی انتظاری های زیاد داریم و امیدواریم که بازی خیلی هم پرشدت مثل ال کلاسیکو گذشته پرشدت برگزار نگردد. رقابت بین دسته های رئال مادرید و بارسلونا در تمام دور و زمان بزرگترین رقابت سیاره به شمار می رود و بهودای رو ال کلاسیکو نام ننهادند. و فکر میکنم که ال کلاسیکو رو این بازی بین دسته های رئال مادرید و بارسلونا که تمام دنیا این را انتظاری میکشد و مخلصانی که حتی از فوتبال دور هستند و حتی فوتبال رو باری هم تماشا نمیکنند آن شب به تماشا این بازی شروع میکنند. چون که انتظار میرفت بازی دوری دهم بین دسته های بارسلونا و رئال مادرید میبایست 26 اکتبر در ورزشگاه محتشم کمپ نو برگزار شود، اما بنابر سبب های نارامی ها در کمپ نو و بخطر کاتالونیا بخطر بازینگران، فدراسیون فوتبال اسپانیا و لالیگا اسپانیا با خلاصه اومدن که بازی رو با وقت دیگر، یعنی یک وقت آغازه بود که بازی سنه 4 دکبر برگزار می شود، اما خود لالیگا رسما اعلان کرد که بازی روز 18 دکبر در ورزشگاه کمپ نو برگزار می شود. من فکر می کنم که این بازی یکی از بازی های بهترین در جهان برگزار خواهد شد. خب، اکنون فرصت فرا رسیده است که فردا ما باید از مخلصان در مورد آغاز نوبرار دسته ها یعنی که پرسان شویم. چرا به فکر شما مخلصان اشدی بارسلونا و رئال مادرید دو دسته مقتدر که پیوسته به عنوان قهرمانی در مسابقات داخلی اسپانیا و همچنین در مسابقات دیگر اروپایی مبارزه میبرند دچار مشکلات های صرف شدند در آغاز موسم؟ بله، چگونه که شما میدونید دسته دوستاشای شما علاقه 5 مرتبه یعنی که بازی خود رو مساوی انجام داده است و یک مرتبه دیگر با باخ روبرو گرده است. یعنی که چه خل است شما، یعنی که همون ناکامی های همین دسته رو شما در چی میبینید در اول موسم؟ Как мы знаем, то, что в прошлом году ушел один из величайших игроков, один из двух величайших игроков планеты, Роналду, в другую команду, в другой клуб. И это, конечно же, не мог не сказаться. И плюс еще отъезд Зидана, отставка Зидана. И они существенную роль сыграли в своем, как сказать, вот в хандре, можно сказать. Если посмотреть даже на предсезон, когда уже Зидан вернулся на пост главного тренера, уже Реал Мадрид даже тогда уже начал буксовать, и поэтому, потому что не было одного лидера, который бы мог бы за собой полностью тащить команду, и
В связи с этим, я думаю, уже вот ближе к середине сезона уже более конструктивная начала игра, и что-то уже начало постепенно налаживаться у мадридского Реала. И я думаю, то, что этот спад из-за вот хандры, которая была, хаотичная игра лидеров, я думаю, из-за этого. Мухлисони дигари Реал Мадрид чи андеша дорет? Чхеле ки мо шумо медонем соли гузашта ро чхел Реал Мадрид бози баъди худ ро мавсими баъди худ ро пас сар кард аз он сабаб буд ки Роналдо ва Зидан даста ро тар карданд ва имсол бошад Зидан боз баргашт мо бовар дорем ки ин бози имшаба ҳам ба нафи Реал Мадрид анҷом меёбад. Шумо низ нокомиҳои даста ро танҳо аз масалан нокомиҳои даста бале чунон ки Рафихон дурус қайд карданд вале сабаби асосӣ ин як муддати вақт як муддати муайяни вақт лозим буд ба Реал ки ба зинни зинда ки то як Реал Мадриди навро бисозад баъд аз рафтани Кристиано Роналдо ва ин нак як рӯзу ду рӯз нак як ду ҳафта балки муддатҳо мегузарад ки то як даста аз сатҳи поён як яла ба сатҳи баланд барояд ва ин сабаби асосӣ ин буд ва нокомиҳо аз соли гузашта сар оғоз шуда буд ва айни замон бошад даста дар як ҳолати хуби варзишӣ қарор дорад ҳам бозии пешинаи худро барқарор карда истодааст аллакай кардааст ва метавонад ки бо муқобили дилхо даста бено тарсона бозӣ кунад ва натиҷаҳои хубро ҳам ба даст оварад аз он ҷумла муқобили барселона хуб мухлисони барселона дар посухи мухлисони реал мадрид чӣ гуфтани дар мавриди нобариёрои хоси мавсимӣ чун дастаи мазкур аллакай се боғ дорад ва ду мусовӣ ҳар як даста дар оғози мавсим метавонад ки ба нокомиҳо рӯбарӯ шавад яъне бисёриҳо ҳатто ёд надоранд ки барселона кай бори аввал дар оғози мавсим ба нокомиҳо рӯбарӯ шуда буд чуноне ки ба ҳамагон маълум аст барселона ин мавсим аллакай се маротиба дучори боғ гардидааст ва ҳатто дар даври якуми чемпионати испания аз атлетик билбао дар варзишгоҳи атлетик бо ҳисоби 1-0 мағлуб шуд ва фикр мекунам нобаробариҳои барселона ин набудани шоҳи даста яъне Лионел Месси мебошад ва фикр мекунам ки айни замон даста дар ҳолати хуб қарор дорад ва дилхо дар ҳатто ба ёд надорам ки кадом даста барселонаро дар кампноу шикаст дода бошад дар рамон суперкубо ки Испания агар хато накунам Реал соли гузашта мағлуб карда буд дар бозиҳои лалига фикр мекунам барселона ахирон маротиба аз дастаи Алавес шикаст хӯрда буд ки дусе мавсим қабл буд нокомиҳои барселона дар аввали мавсим ин як чизи оддӣ аст бозингарони нав ба даста пайваст мешаванд ва барои сармурабби ҳам вақт лозим аст ки бо онҳо одат кунад тактикаи бозиё схемаи бозии худро бар даста равон гардонад ва аз ҳамин сабаб барселона дар аввали мавсим ба якчанд бохтҳо рӯбарӯ гардид ва агар мо ҳозир ба ҷадвали мавсим назар кунем барселона бо ҳамаи он мушкилиҳое ки сипарӣ кард то ҳол он дар ҷои аввал қарор дорад ин маънои онро дорад ки даста дар вазъи нисбатан хуб қарор дорад ва дар оянда метавонад ки ҳамин балансро нигоҳ дорад ва то ба пойгаи чемпионӣ ҷои аввалро соҳиб гардад ва чунон ки шумо қайд кардед сармураббӣ дастаи барселона Эрнесто Валверде на як моҳ ду моҳ балки се мавсим мешавад ки дар барселона кор мекунад ин сабаб аз мураббӣ не сабаб аз ҳамун чуно ки қайд карда набудани шоҳи даста яъне лидер яъне як гап аз Лионел Месси ҳаст барселона ҳаст агар ӯ набошад мо дидем барселона чихел ба натиҷаҳои бад гирифтор шуд мо низ дидем дар набудани Криштиану Роналдо мо ҳам дидем ки Реал ҳатто қариб аз лалига ғалтбасегун даравад шумо тасаввур кунед ки агар Месси набошад ба барселона чӣ рух медиҳад барселона метавонад ки дар муҳлати муайян дар муҳлати кӯтоҳ ин мушкилиро нигоҳ дорад яъне мушкилиро бартараф инро ману шумо муайян карда наметавонем балки ҳеҷ кас ҳам намегуфт ки баъд аз рафтани Роналдо Реал Мадрид ба ин хел сатҳ дучор мешавад бисёриҳо мегӯянд ки Зайндин Зидан мураббӣ хуб аст Зайндин Зидан мураббӣ нест қариб ки мураббӣ ҳам гӯя мураббӣ хуб нест дар даста будани Криштиану Роналдо таъсири бозии худро мерасуд яъне лидери даста вақте ки дастаро пеш мебарад
این کریستیانو رونالدو بود. مربی خوب نیست برای همون سه مرتبه پایمان لیگ چمپیون بود بعد از وارد است. فوتبال این بازی دستاوی است. کریستیانو رونالدو تنها یک لیدر. این مورد میتوان گفت که مخلص دیگری رئال مادرید در مورد چه نشاط دارد. بعد از کریستیانو رونالدو رئال مادرید با یگون شد و حتی جایزه بعد از آورده است. زیدان هم در این برابر دسته رو ترک کرد. اون یک جایزه ترک کرد. Чему мы таунит мухлиси дигари Реал Мадрид рогуш кури? Да, вот то, что вы сказали, да, говорите, без Месси мы определенное время пройдет, и мы тоже восстановимся, да. Я вот тоже 3 года тому назад точно так же говорил, вот тут ваши слова, когда вот на этой передаче, я вот точно такие же слова говорил, и об этих словах я очень жалею. Поэтому я бы вам не советовал говорить то, что это Месси, да, он вот... Все вы знаете, это да. Очевидно то, что инопланетянин, да? Да, точно такой же инопланетянин Роналду. Я точно такие же слова говорил, поэтому я был бы осторожен с такими... Инжо, им бахси омас, дустоне азиз. Бале. Криштиан Роналду, Леонел Месси, алакай бахси омас, да, сато мутахассисони бузурги футболина метонан, ки им бахс роян, ки бахамун... Ба анжом расуман. Бале, инжо, мо дарборе Эл Классико харф мезанем, ва алакай Криштиан Роналду дар расай Реал Мадрид нес. Ман мехоам инжо бузихой охири دسته ها رو اینجا تحلیل کرده باشیم چون که شما میدونید که دسته رئال مادرید الکای با والنسیا مساوی انجام می بوه همچنین دسته بارسلونا با دسته با یک از رقیبان سوس در چمپیونات دسته بارسلونا دسته بارسلونا همیشه هستم اینجا که یک دقیقه میخواستم که شما مخلصان بارسلونا در مورد ناکامی رئال مادرید حرف میزدید شما مخلصان رئال مادرید در مورد ناکامی اخیر باشگاه بارسلونا حرف زدید ما میخوایم فکرای مقابل شما را در مورد دستای مقابل بشنویم شما میخوام شما در مورد مساوی بارسلونا و رئال ساسیداد حرف زنید بله از تاریخ ما میدونیم از سالهای پیشین میدونیم که رئال ساسیداد گرچه دستای سوس هم باشد ولی مقابل بارسلونا در یک ساعتی بسیار هم عالی قرار بازی میکند و این یک بسیار هم یک حریف سرسخت بارسلونا به شمار میرود که ما یاد نداریم که کی بارسلونا رئال ساسیداد را در میدان خودشان موسم گذشته دو مرتبه و این در 10 سال یک بار شده بود که در 10 سال موسم گذشته موسم گذشته دعوت بیاره 4-2 بر نفع بارسلونا اگر خطا نکنم بازی انجام یافت قبول این فکر شما قبول ولی این مدت 7-8 سال با بارسلونا لازم اومد که تو این آنتی رکورد خود را بشکند حتی... و ما گفتم میتونه که رئال ساسیداد با مقابل بارسلونا استوارانه بازی میکند و این همچون توفه مقابل بارسلونا بازی نمیکنه در همون بازی کی برتر بود رئال ساسیداد یا بارسلونا با فکر شما در اون بازی اگر شما اهمیت داده باشه در یکم تایم من شخصا بازی رو تماشا کردم با قول روسو ولادن میچوم تماما در دست رئال ساسیداد بود ادوراکنیتو و قریب بارسلونا نفس کشی نمیموندند و همین خیلی یک گل گلی نخستین رو زدند البته اگر با... در دقایق اخیر اهمیت داده باشه سیستم وار باز کاری خود رو کرد من باری هم راست دیگه ندیدم که وار به نفع بارسلونا کار کرده باشد گرچند که بازی در حقیقت هم رئال ساسیداد نسبت بارسلونا خیلی خوب بازی کرد یعنی با اومدن ارنستو واوردی متخصص اسپانی بازی بارسلونا قریب که با توبرونی یعنی قریب که با فویز توبرونی اهمیت نمیدید در اینجا فقط بارسلونا با کنتر حمله ها دقت میدید و در اینجا فکر میکنم که همون سیستم های واریا سیستم های ویدیو دووا کاری خود بارسلونا نکرد همون لحظه ای که در سرخیو بوسکتس و راستای رقیب رخ داده بود عیناً همون در دقایق اخیر با پیکه رخ داد اما داوران که نسبت بازی بارسلونا زید بودند نخواستن که ضربه پنالتی تعیین کنند حتی داوران رو مجله های اسپانیا هم نویسند که داوران با سیستم های دسته رئال مادرید چی علاقه داشتن اینجا سامونه ها حتم نرسن خب عثمان یک دقیقه اندیشه مخلص رئال مادرید رو میفهمید Судейство, давайте не будем лезть. И говорят то, что везет сильнейшим, поэтому все, что было, то прошло. Знаете, игра была очень... можно было смотреть и очень интересная, потому что первый тайм был полностью в доминировании Реал Соседада. Я не знаю, я даже не помню, чтобы кто-нибудь, ну, кроме Ливерпуля, играл с Барселоной вот в такую игру в присутствии Месси. Знаете, мне очень был симпатичная игра Реал Сосьедад, но во втором тайме Барселона взяла себя в руки и очень хорошие контрвыпады предприняла, и поэтому...
потенциал команды есть, но судить о Барселоне именно вот этим матчем, я думаю, это глупо, потому что Эль Классико это уже другой уровень, поэтому да, ну да, более Эль Классико Суханару, да, будем, бурай, ухили Барселон, бузи ухили Барселона Суханару, да, если вы чигуна бозиён ро интизор аст барои амин тамоми қувваи худро сарф накард ва мусовии натиҷаи ҳатто хеле ҳам хуб аст барои дастае вале то ҳол дар мавқеъ мусовии натиҷа беҳад хуб аст вале мо инҷо наметавонем варро танқид кунем барое ки мо агар сомонаҳо гӯем сомонаҳо ҳар хе гапи росту дурӯғ навиштан мегиранд ба онҳо ҳеҷ бовар кардан намешавад 50% гапи онҳо рост аст 50% дурӯғ ва мо ягон факт ягон далел надорем ки гӯем ки судяҳо از طرف ریال مادرید خریداری شده بودند. خیلی وقت شده است که دسته ریال مادرید در دایره رقابت های لالیگا بارسلونا رو شکست نداده است. حتی مخلصان ریال یاد ندارند خودشون که دسته بارسلونا رو دسته ریال مادرید شکست داده است. در دایره بزرگ لالیگا. Я бы хотел привести вам аргумент. Вот запомните то, что на Камп Ноу, когда с приходом Зидана на Камп Ноу, именно на Камп Ноу, не, вы дослушайте, именно на Камп Ноу Реал Мадрид никогда не проигрывал. Вот, никогда не проиграл. Можете вбить статистику, я вам уверяю вас, то, что Барселона не выиграла. Ну, посмотрим. Усмон шумас далел гуфтед, далел ин аст ки чигунае ки Барселона дар баробари Реал Сосиедад ду хол аз даст дод, ҳамчунин Реал Мадрид ҳам дар баробари Валенсия ду хол аз даст дод ва қариб ки се хол аз даст медиҳад. Шумо ин гурӯҳи мухлисон ки аз нокомии Барселона гуфтанд, шумо аз нокомии Реал Мадрид дар бозии ахир чӣ гуфтанӣ ҳастед? Реал Мадрид ҳам бешубҳа ба монанди дигар дастҳо, дастаи Валенсия дастае аст ки дастаҳои садри ҷадвалро ҳама вақт азоб медиҳад. Чи Барселона, чи Реал Мадрид, чи Атлетико. Ин бозӣ фикр мекунам дастаи Валенсия нисбати дастаи Реал Мадрид хеле хуб бозӣ кард ва ҳатто дар лаҳзаҳои охир агар бозиро тамошо карда бошед, ин Куртва буд ки бо сар зарба зад ва баъд аз баргардонани дарвозабон Бензимаи тайёрхӯр голро ба анҷом расонд. Фикр мекунам ин хуб, шумо бештар баҳс намудед ва яъне ки мисол овардед ки натиҷа чи факт яъне нест, далел нест, чи аз оморҳо баҳс кардед. Омор ин аст ки бубинед дар сурати якхолӣ доштани дастаҳо, то ду дастаи беҳтарини лалига, Барселона дар зинаи аввал асту, Реал Мадрид дар зинаи дуюм. Бубинед аз рӯи шумораи голҳо 10 гол бисёртар дорад Барселона, голҳое ки дарвозаи Арифон зада аст, вале Реал Мадрид 8 гол камтар ба дарвозаш сар дода истодааст. Шумо иқрор мешавед ки хати дифои Барселона заифтар аст аз хати дифои Реал Мадрид ва хати ҳамлаи Барселона пурқувваттар аст аз Реал Мадрид. Мавсим тули ду мавсими охир аст ки Барселона дар хати дифоаш хеле мушкили зиёд дорад. Яъне Пике ҳам ҳатто сини солаш ба ҷое расидааст. Ин ҷароҳати дурударози Юнтити ҳам боис мешавад ки Барселона дар хати дифоаш мушкили зиёд пайдо кунад. Аммо хати ҳамла ва хати нимҳимояи Барселона ягон мушкили надорад. Ин мушкили ягона خطی دفاعی بارسلونا البته خطی دفاعی بارسلونا در حقیقت نسبت به سالهایی که اونجا لگند ها بازی میکردن خیلی هم سست است و این رو همه وقت حملگرانی که بر سایه دسته بارسلونا که خیلی هم خوب هستند این رو میپوشونند و اگر خطی حمله دسته بارسلونا ضعیف باشد خطی کمبودی خطی دفاعی بارسلونا خیلی هم عیان میگردد و من فکر میکنم دسته بارسلونا لازم است که در سالهای آینده خط دفاعی خود را با پرقوت با بازیگران جوان پرقوت‌تر ولی در این موسم خط دفاعی دسته ریال مادرید بسیار هم پرقوت است با آمدن زیندین زیدان و خط نیم حمایه‌اش هم عموماً ریال در همه مواقعی یگون کمبودی ندارد گوییم خطا نمیکنیم برای چی؟ برای که خط دفاع پرقوت است خط نیم حمایه علاکر یک بازیگر جوان که از خود به حد یک نومی والو به حد یک بازی والو نشون داده است این والورده که بله بله. جایگزین مودریچ شده است علاکر به حد خوب بازی میکنند کراس کازیمیرو والورده خط همون نیم حمایه با تحت اداره خود میبرند و خط حمله گوییم در این موسم بنزیما با یک لیدری در سای ریال تبدیل یفته است مادرید تبدیل یفته است علاکه در سای با 12 گل دیده می شود که برابر با لیانل مسی است حتی لیانل مسی سوارز از بنزیما کم بودند
اما مسی مسی در اگر دیواد داشته باشه مسی در 4 5 بازی آغاز موسم بازی نکرد و حتی در 12 گونه 15 گونه نشان زنهای بهترین اروپا نبود حاضی اگر خطا نکنم باز نه پنجم لکای لکی سوارز بازی داشت برای سوارز بازی داشت چون بنزما گل زدن نتونست شخص نبود که با سوارز پرتوف کنه تمامی خیبوش است سوارز هم تایو خوب میبره چون که پشتر خطا قید کرده مسی با سوارز پاس میده سوارز گل هم میزنه با همین وضعیتی که دسته رئال مادرید حالا دارد الکه شما چند بازی دسته رئال مادرید رو تماشا کردید شما میتونید گفته که دسته رئال مادرید میتواند که از دسته دوستای شما در جدول بالاتر بیاید هرگز دسته رئال مادرید از بارسلونا هم چی کمبودی دارد رئال مادرید که باید در صدر جدول قرار نگیرد با کدام کمبودی بارسلونا در کمپ نو بر یگون از کمبودی دسته رئال مادرید حرف زنید برای چی رئال مادرید نمیتواند که از مثلا در جدول مقام افتخاری رو کسب کنه مقام اول رو بارسلونا الکای بازیای دشوارش رو فکر میکنه در جدول قریب کی پس سر نموده است دسته رئال مادرید در دروی بعد از بازی بارسلونا با مقابل اتلتیک بیلباو که یکی از دسته های قوی که میتواند حتی پیروزی هم نکند امتیاز ستونده میتواند او من در میدان یگان کمبودی دارد دسته شوانه این موسم هستن در خط حمله نبودن خب فیدوس بهترش در این مورد مخلصی ریال مدرید حرف زدنیه شما میتوانید چی گفتنی دارین در این موسم در این مقصد یعنی که کمبودی ریال مدرید کمبودی ما ایو نمیتوانی کمبودی حساب کنی اما میتوانیم گویم که ایدین ازار با اومدنش با دسته هنوز هم نتوانست موقع خود رو در ریال مدرید پیدا کند اون کارنمایی که ایدن ازار در چلسی نشون میداد در ریال مدرید همون رو همگون انتظار بودند اما یک محیط نو یک دسته نو با ایدن ازار نگذاشت که تو در یک مدت کوتاه خود رو نشون دهد و این زمان میبرد و نو همین پرابلم حال خود رو یفته سوده بود که ایدن ازار یک جراحت بنیاید نبلکه ازار و میتواند سه چهار مورد همگر دیگری که رئال مادرید تابستان لوکایوویچ بود از دسته فرانکفورت خریداری کرد که اون در اونجا خیلی میدرخشد با زدن گلهای بسیار دست میفهمند با اومدن به دسته رئال مادرید قریب که بازی خود رو تماماً که از دست داده است حتی ما او رو بار اخیر که در حیات اساسی دیدیم در یاد نداریم یک بازی که رقابت در دسته رئال خیلی هم بلند است برای بازیگران نو که میان بنا خیلی دشوار است که در موقع در حیات اساسی موقع خود رو پیدا نمیان просто знаете после прихода Лука Йовича проснулся наш спящий гигант это Бензема поэтому он затмил его то что он сделал в своем предыдущей команде в своем предыдущем клубе и поэтому я думаю то что ему еще будет и у него будет еще время так засиять, как он сиял в своем предыдущем клубе. Поэтому сразу сходу заявить о себе, я думаю, ему тоже нужно время для адаптации. И в скором времени мы увидим его самую лучшую форму. Хоп, Сади, Барашимо, чуни як соли, чуни нас соли, баргашти. Хобинет, Усмон, Мухлиси, Барселона, Говки, دسته ما بیشتر توجه به لالیگا میکند ما لیگ قهرمان ها را در برابر لالیگا ما حسابی میپستر از اون این اندیشه های عثمان برای شما یعنی که برای مغلوبیت پیوسته بارسلونا در سه موسم اخیر یک بهانه است یا واقعا اونها لالیگا را برتر از لیگ قهرمان ها میبینند این دو واریان وجود دارد یا این بهانه است یا اینکه وابستگی میکند از سرمربی دسته Эрнесто Валверде до мавсуми охирон, до 2017-2018, дар майдони худ ба Рома 4-1 ғалаба карда буданд, аммо дар онҷо 3-0 ба бохт дучор шуданд. Дар суперҷоми Испания, агар хато накунам. Ин дар суперҷоми, дар лига чемпионаш буд назар доред. Бале, бале, дуруст. Дуруст, дуруст. Намедонам, шояд ягон бовари дар бозингарони дастаи Барселона ба худ як бовари бештар доранд ки алакай мо ба дарри дигар роҳ ёфтем шояд сармураббӣ онҳо наметавонад ба онҳо як мотивасияе ки ба онҳо лозим аст диҳад ки ҳоло кор ба анҷом нарасидааст ҳоло мебояд як қадами дигар монд аммо Лионел Месси ҳатто дар интервюаш инҳамин мавсими гузашта дарк карда буд ки ин мавсим ба мисли мавсими дигар намешавад аммо мо дидем
مقابل لیورپول بارسلونا رو همه سرمربی همه بازیگرو پیش از آغاز موسم در وعده میدیان به مخلصانشون که ما جایزه لیگ چمپیونات و جایزه چمپیونات کریستیانو رونالدو بورهونا وعده داد که زلاتو یعنی جایزه وقتی که مسی وعده داد این رو باید به نظر گیریم. این چرا پیش از آغاز موسم کریستیانو رونالدو در مصاحبه سخنرانی کرد که جایزه توپ طلا این موسم حتما من به دست میارم، اما نتیجه چی شد؟ کریستیانو رونالدو نه هفته سودال برای کی رونالدو بازی یک وقت در بسته ریال مادرید بازی میکرد، اما بعد از رفتن کریستیانو رونالدو فکر میکنم 97% مخلصای ریال به دسته یوونتوس گذرش کرد. حتی خود شما نیست. خوب انا نقطه کلیدی همینجا یک وقت بازی میکرد، یک وقت بازی میکرد در لیگ چمپیونز سه با پیام غالب شدن. این چونی توپی تلویر هم کریستیانو رونالدو به دست آورد. بله به دست آورد. این در زمانی بودن او بود. حالا که کریستیانو رونالدو نیست، او نمیتواند که مثال با ریال هیچ یگان علاقمندی ندارد. ما در مورد دسته گپ زده ایستادیم. رونالدو باشد. ما تام هو رونالدو رو با مسی میخواسته برابر کردن میتونیم دیگه در دسته ریال مادرید بازی نیست که میخواسته کنه. سوال است که سوال بنویتم جالبه برای مخلصان ریال مادرید. خب توده بسیار زیادی مخلصان پس از گزارش کریستیانو رونالدو با یوونتوس با اون طرف پیوستند، مخلصان یوونتوس شدند، پیراهن‌های سیاه و سفید را به بر کردند. ولی چی سبب شد که شما مخلصی یوونتوس نمی‌کنین؟ و سوال دوم ادامه بخش این موضوع است که چرا اگر لیونل مسی به یگان دسته بپیوندد شما این مخلصان را یعنی که همچون همراه لیونل مسی مخلصی دیگر دسته می‌بینید یا نه؟ بله این سوال بسیار خوب. البته دسته از فوتبال بازی ده بالا میستد. بله. و هیچ یک لگند، هیچ یک فوتبال بازی دستون نمیتواند که جو یک دسته بزرگ رو بگیرد. و هرچند این برای ما مخلصان ریال به نهایت دشوار بود که گزارش رونالدو رو قبول کنیم. اما اگر قیاس کنیم دسته از همه چیز، از همه بازیگر بالاتر میستد و همین حس مخلصی ما نگذاشی حس همون محبت، مهر و محبت ما با همون ریال مادرید نگذاشتی. شما با یوونتوس گذاریم. با یوونتوس گذاریم. ما بازی های یوونتوس رو تماشا میکنیم. طرفداری میکنیم از رونالدو. اگر مثال یوونتوس مقابل ریال مادرید غلطد. البته شخصا من با ریال مخلص میکنم. خب میخواستم اندیشه مخلصان دیگر ریال مادرید رو بفهمم. بسیار دمانی که با ریال با مخلصی میکردن. حالا مخلصی یوونتوس هستن. شما فکر این رو چگونه معنی داد بکنین؟ اونا صادق نیستن با ریال یا که شاید خود شما نیز مخلص دسته یوونتوس باشید در اینجا دسته ریال مادرید رو. سوال مخلصان بارسلونا با شما خیلی زیاد شد. То, что вы сказали, да, то, что они переехали в Ювентус, в Турин, наверное, эти болельщики к нам тоже переехали из Манчестер Юнайтед, поэтому не будем это забывать. А круч мо бовари дорад, ки бад аз рафтани Лионел Месси, туда и мухлисони, масалан, Нилу Норихон из Аспушти умераван, ба кадом да стари? Ду вариант, якчан вариант вуджу дорад. Агар Лионел Месси, мисли Роналду, баягун дастай топ гузарад, حتماً مخلصون مسی از عقیبش میروند. چون اینکه در البته میروند که مخلص اندیویدوالی مسی است. البته این رفتن نیست که زیادی همون مخلصون بارسلونا مسی گفته. هر نمودن مسی بارسلونا رو این قریب که ناممکن است، قریب که ناممکن است و حتی اگر دست او تاکمت و در بر دست های ارجنتینی با دسته اولین مرتبه کاریرش رو شروع کرد. بویس بود اگر خطا نکنم با اون دسته میرود. تنها با یک دسته. در حالت که رونالدو میخواد در لیگ چمپیونها با ریال بازی کنه. روبرو شود میخواست در کوراکشی در یک کشتی شما روبرو شود، اما دسته ریال مادرید با دسته منچستر سیتی روبرو شد. بارسلونا را با خواهش خود ترک کند. اگر هر چی شدنش ممکن است ولی با خواهش خود اینجا خواهش شخصی مسی و ما و شما نمیدونیم برای که آنها در مدیا در نزد کامیرا دیگر سخن میکنند، اما عملا دیگر چیز رو نشون میدهند. همین ما نمیتونیم از پیش خودمون یگون چیز هوایی گپ زنیم. و لیونل مسی با مثل رونالدو چون که گفتیم دو تا بازیگر دستون در یک سفر چون که رونالدو با یوونتوس گذشت، مخلصان ریال هم با یوونتوس گذشتند. اگر تصور کنید که مسی هم اگر گذرد با چنین دسته ها، ما 100% یا 150% کفالت میدیم که مخلصان دسته ریال با همراهی مخلصان بارسلونا با همراهی شما دو تا ما هرگز مسی دسته رو که اول ترک نمیکند، در صورت ترک نمیدنش با دسته ارگنتین ترک میکند که حتی ما در برای دسته
تصورات نداره بارسلونا را ترک نمیکنه اگر بگذره اگر نیست اینجا کلمه اگر وجود نداره بذارید رونالدو حتی اونها هم شاید اگر نیست کلمه اینجا وجود نداره نه بذارید رونالدو тоже в своё время говорил то что я хочу завершить карьеру в мадридском реале но что в итоге что Пул накш асосроме бозар ман фикр. Пул накш да инжо пул накш. Тут не ага да он там боша. Другие причины были, но ну семаро, ну семавсим кабл, дастай Манчестер Сити Лионель Месси 700 миллион карда. Месси, агар мехоз аз бахри пул, ба дастай Манчестер Сити ба ивази 700 миллион гузариш мекард. Ну я же говорю, тут деньги не играют роль, тут просто некоторые другие нюансы, которые я не хочу. Тарих Месси родной худ. Месси и Барселона, и Ойлай Месси яс ва Барселона худ Месси ба уя расондаги. Месси хато бемор буд, хато аз рогарди мемонд. اگر بارسلونا مصر کمک نمیکرد. صحت فرار رسید که ما باید به وسط در مورد ال کلاسیکو سخنان خود را جمع بس کنیم و پیشگویی هر یکی شما بازی با کدام ایسو به انجام میرسد. خوب سعدی از شما آغاز میکنیم. غلبه دسته ریال مادرید با ایسو بی سه بر یک. خوب امید از ریال مادرید. مرحبا. من از بازی های آخری ریال مادرید با خلاصه میویم که ریال مادرید بارسلونا رو با حسابی سه بر یک مغلوب میسازد. خوب ایمان جان شما. Я думаю то, что будет игра очень равная, но с минимальным преимуществом плюс один мяч. А я думаю то, что Реал Мадрид выиграет этот матч. Мана амитизори футбол дастай Барселона. Хеле амитизори хуб родорам ва бози дар Камп Ноу баргузор мегардад. Бояд Барселона бо галаба кунад ва ду бар сифр ба нафи Барселона. چنانه که همگان معلوم است این بازی رو همگان انتظار هستند و همه بازی خیلی بنهایت بازی پرشده صورت میگیرد حتی بازی مشکل برای هر دو دسته هم برگزار میشود و فکر میکنم در این بازی بارسلونا با حساب 4 بر 1 پیروزی به دست میبرد و دوستان عزیز پس از چند لحظه بازی تاریخی آغاز میشود بین دسته های رئال مادرید و بارسلونا و ما اونجا برخوردی ستاره های بزرگ فوتبال معاصر رو خواهیم دید و وقتی اون رسیده است که ایمان بیک بله وقتی اون رسیده است که ما با شما بینندگان تلویزیون ورزش خیر خوش کنیم و میبینیم که کدام از دستا پیروز میشود البته میدان از دلیر است این برنامه مخلصان اشادی بود با شما بودیم من ایمان بیک شد بگذارد و فردوس کنسند بله بازی رو تماشا کنید و حلاوت ببرید خیر